رئیس جمهور ترامپ روز گذشته به خبرنگاران گفت که هیچ گفتنی به ایران ندارد. نه، هیچ پیام به ایران ندارم. آنان می دانند که چه باید بکنن. آنان می دانند که با چه بازی می کنن و من فکر می کنم آنها با آتش بازی می کنن. بنابراین هیچ پیام برای ایران نیست. یک اعلامیه قبلی قصر سفید موضع امریکا را تایید کرد که هرگز اجازه نخواهد داد ایران سلاح هسته‌ای را توسعه دهد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ابراز کرده است که با بیشتر ساختن یورانیوم غنی‌سازی شده از حد مجاز آن موافقت نامه را نقض نکرده است، بلکه این توافق نامه حاوی مقررات است که به موجب آن در زمانی که طرف مقابل موافقت نامه را ترک کند، جانب دیگر می تواند پاسخ این حرکت را بدهد که منظورش خروج ایالات متحده در سال گذشته از موافقت نامه هسته‌ای 2015 بود. جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که ایران بر اساس حقوق خود در توافق بین المللی که حکومت ترامپ در سال گذشته از آن خارج شد عمل می کند. رضا جمهوری اسلامی همونطور که قبلا برنامه‌اش رو اعلام کرده این برنامه رو اجرا خواهد کرد. برنامه مرحله اول در حال اجرا شدن هست، هم در مورد ذخایر اورانیوم غنی شده و هم در مورد ذخایر آب سنگین. کاترین باور یک تحلیلگر مسائل سیاسی در نهاد پژوهشی پالیسی شرق نزدیک است که میگوید رهبران ایران در تلاش برای به دست آوردن قدرت در مبارزه خود برای کمک به تحریم‌های اعتراضی آمریکا هستند. آنها لزوماً به دنبال راه برای صادرات یورانیوم کمتر غنی سازی شده نیستند. آنها به دنبال راه‌های برای بهبود اقتصادی هستند و امیدوارم این بدان معنی باشد که آنها می‌خواهند مجدداً وارد مذاکره شوند. اما من فکر نمی‌کنم به این زودی‌ها اتفاق بیفتد. لکن هم ایران و هم ایالات متحده گفتند که جنگ نمی خواهند. رئیس جمهور ایالات متحده نیز از سوی کسانی که خواهان پاسخ نظامی به تحریکات ایرانند و هم آنهایی که برعکس آن را می خواهند تحت فشار قرار دارد. اما رئیس جمهور می گوید او هیچ عجله ندارد. تحریم ها در حال انجام است و من هیچ عجله ندارم. من با ایران عجله ندارم. اگر عجله کنید خود را در معرض مشکل قرار می دهید. تحلیلگران گفتند که روشن نیست که آیا تحریم‌ها اثر مطلوب را ایجاد خواهند کرد یا خیر.